انشالله به یاد اون حیات های قدیم. آقای مهندس حجت، حالا من برای اینکه صحبت در حقیقت بین همه تقسیم شه میخوام از همه استفاده بکنیم، دوباره برمیگردم خدمتتون. مهندس حجت، الان استاد اشاره کردن که امیدی باشه که این پیوند برقرار شد، به خصوص شما در سالهای بعد از انقلاب در ارتباط با هنر ایران هستید، شما فکر میکنین که با این تحولی که تو فکر مردم ایجاد شده آیا امیدی هست که ما مثلا در معماری هم این پیوند رو به یه شکلی برقرار ببینیم، یا شما کمک بکنید به عنوان آدم فرهنگی که این پیوند برقرار شه یا کار از کار گذشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته من ترجیح میدم که ساکت بمونم، مثل گذشته از صحبت استاد استفاده بکنم. خواهش میکنم. در این مورد من فکر میکنم که اگر ما توجه بکنیم به عوامل متعددی که در شکل معماری مؤثره، میشه فکر کرد که بعضی از عوامل مؤثر الان مهیا شدن ولی بعضی دیگه غایب هستن. معماری معمولا به عنوان یک عنصری که معلول عوامل متعدد هست، از عواملی مثل شرایط محیطی خودش، یعنی اجتماع و روابط اجتماعی که وجود داره، همونجوری که استادم اشاره کردن در گذشته ایران در حقیقت اون روابط اجتماعی منقلب شد که معماری هم پشت سر خودش و همه هنرها منقلب شدند و در حقیقت اون ریسمان پاره شد و یه انقطاع فرهنگی پیدا شد. اون شرایط عمومی اجتماعی، نحوه تربیت کسانی که در این امر مؤثرن، یعنی همین مهندسینی که ما تربیت میکنیم، موادی که در جامعه تولید میشه، یعنی صنایعی که مواد و مصالح ایجاد کننده معماری رو به وجود میارن، اون سلیقه عمومی که در جامعه به عنوان یکی از اون عوامل اجتماعی و فرهنگی ترویج میشه و تمایل مردم رو به اون سبک، به اون زمینه به وجود میاره، حتی وسایل داخلی زندگی، ابزار و وسایلی که ما در زندگی معمولا ازش استفاده میکنیم، اینا همه میتونه مؤثر باشه در شکل گرفتن یه معماری. این معروفه که میگن که پنجره ها از وقتی به قول امروزی ها مهندسی شد، یعنی از اون پنجره های بلند به پنجره های نیمه کوتاه انتقال پیدا کرد، که صندلی به این معنا شروع شد به استفاده کردن. وقتی آدم روی صندلی میشینه از این پنجره نیمه میتونه استفاده بکنه، وقتی روی زمین میشینه طبیعتاً پنجره باید تا پایین باشه که بتونه بیرون رو ببینه. وقتی که اون حیات مرکزی با اون زیبایی های طبیعی خودش از دست رفت و دیگه انسانی که توی این ساختمان زندگی میکنه نیازمند خودشو نمیدید یا نمیتونست ببینه که به اون محیط طبیعی بیرون اشاره داشته باشه و نگاه بکنه، طبیعتاً اون اندازه پنجره هم دیگه ضرورتی نداشت که اون تناسبات و اون اندازه و اونها رو داشته باشه. پس عوامل متعددی در این امر مؤثر. اما اون چی که اشاره می‌فرمایید به بعد از انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین مسائل فراهم شدن اون جذب عمومی، یعنی اون اقبال و استقبالی که مردم میکنن از ارزش‌های خودی، یعنی برگشتن به این که ما خودمون کسی هستیم، فرهنگی داریم، میخواییم سر پای خودمون بیستیم و نفی کردن اون ارزش‌هایی که به یه معنای وارداتی است. این خودش از یکی از مهمترین عناصری است که الان فراهم. دومین مسئله، مسئله تربیت نیروی انسانی مؤثر در این زمین است در همه ردیف. البته مؤثرترینشون مهندسین معماری هستن که طبیعتاً طراحی میکنن و اونها هستن که کار میکنن، صرف نظر از این که ممکنه بازار اقتصادی جامعه به یه عده‌ای اجازه بده که سرنوشت معماری رو رقم بزنن، که اونها واقعاً هیچ نوع صلاحیتی در این باب ندارن، که الان متاسفانه یه مقدار زیادی مملکت ما اشاره کردن. خیلی آپارتمان‌ها میبینین که این ورودی یه مغازه است، یه در بزرگ شیشه‌ای، بعدم دور ویترین، یعنی عواملی رو استفاده میکنن که درست در خلاف اون جهاتی است که باید استفاده بشه. درست. یعنی در زمستون ساختمون رو سردتر میکنه، در تابستون گرمتر میکنه، نور رو بی اندازه وارد میکنه، به جهت اینکه به این اسم خوبی است، بساز و بفروشن. یعنی اونا برای زندگی این رو نمیسازن، برای این میسازن که به صورت یک کالایی فعلا رد بکنن و یک کاسبی باش کرده باشن. خب این طبیعتاً به معماری مملکت ما لطمه زیادی زد. ولی اون عنصری که میتونه به عنوان یک عامل مثبت الان قلمداد بشه، مسئله برنامه است که در زمینه تربیت مهندسین معمار بعد از انقلاب طبیعتاً فراهم شده و الان در دانشگاه‌ها اعمال میشه، که استادم اشاره فرمودن که یه نوع شوق و علاقه خوبی رو بین دانشجوهای ما ایجاد کرده نسبت به معماری خودمون،
و اینها در حقیقت دروسشون واحدهاشون یه جوری هست که تمایل بیشتری پیدا میکنن به کار کردن روی معماری ایران، یعنی روی واحدهای مربوط به ایران تکیه بیشتری داره میشه. بله. من خودم چون در این زمینه کار میکردم میتونم بگم که واقعا اون موقعی که ما درس میخوندیم که 20 سال پیش خیلی کم نشانه هایی از توجه به معماری ایران در دروسی که به ما میدادن بود، در حالی که الان خب تقریبا همه دروس به یه نحوی مرتبط میشن، هر کدوم به تناسب خودشون این ارتباط رو پیدا میکنن. و من هم دیدم در بین دانشجوها که واقعا یه علاقمندی جدیدی ایجاد شده و یه اقبال و استقبالی نسبت به ارزش‌های معماری ایران پیدا شده که خب این جزء همون عواملی است که شما دنبالش هستید و میگید چه عوامل مثبتی هست. اما در مورد عوامل دیگه مثل هماهنگ شدن الگوهای مصرفی که بتونه یه معماری معقولی رو دیکته بکنه، نه، ما حرکت به خصوصی رو نداشتیم. اون چه که به عنوان لوازم و وسایل داخلی زندگی باید مورد استفاده قرار بگیره، هنوز روی راجع به اونها برنامه‌ریزی دقیقی رو من ندیدم و مطلع نیستم. روی مسائل شهرسازیمون گرچه زیاد داره کار میشه، ولی آیا واقعا ما تونستیم که اونجوری که باید برگردیم به اون ارزشایی که باید از خودمون جوشیده باشه؟ هنوز شاید واقعا پتانسیل و توانایی موجود کشور حتی اقتضا نمی‌کنه که بتونه اونقدر وسیع و دقیق و یعنی فرصت کافی نبوده شاید که ما بتونیم اینقدر دقیق به این مسائل بپردازیم. بنابراین برآورد کلی من این است که ما داریم برمیگردیم به این سمت و داریم این ارزش‌ها رو نشون میدیم. نمونهش خود همین مجموعه معماری ایرانی است که پخش شد که خودش دلالت بر این میکنه که صدا و سیما توجه داره به این ارزش و به هر حال وقت زیادی رو اختصاص میده به عرضه ی همچین ارزشی که واقعا به نظر من جای تقدیر آدم استقبال آدمهایی که اصلا تو رشته معماری نیستن اینجوره. خیلی این نکته مهمیه که من میخوام یه پرانتز اینجا باز بکنم، این عرض بکنم که حتی اگر به صورت فیزیکی و با عوامل اجتماعی ما یه قطع ارتباطی با گذشته داشته باشیم، چون اون عواملی که در گذشته هنر ما بوده عوامل فطری بوده، حتی اینا اگه به صورت فیزیکی عرض میکنم بریده شده باشه و ما پیش از شروع این صحبت با خودتونم صحبت میکردیم میفرمودید که من نمیدونم که نسل امروز ما، ماها بالاخره یه چیزایی یادمون میاد ولی نسل جوانمون مثلا یاد از معماری پنج دری، مثلا ما میگیم پنج دری چی خیال میکنه، حالا باز ما بچگیمون جوری دیدیم این آیا یادشون میاد یا نه. من میخوام اینو عرض بکنم که چون اینا جنبه های یه مقداری اشاره به اون ارزش های ذاتی خود آدم و علاقه و علاقه خود آدم ها داره، فکر میکنم که ما میتونیم برگردیم اگر که درست هدایت بشه جامعه از نقطه نظرهای هنری و فرهنگی اونها. من فکر میکنم یه بازگشت معقولی میتونه بیاد. البته یه فاکتور دیگه هم اجازه میخوام از حضورتون عرض بکنم، یه مقدارم فشار حالا همیشگی که من گفتم این جمعیت هم خیلی اذیت کرد، یعنی فشار سبب شده که همیشه قوطی هایی به عنوان خونه تولید بشه و در کناره شهرها اضافه شه. حالا اگر توی سیستم کاری شما این یه تبصره است یا اصلا ربطی نداره ازش بگذاریم، ولی من احساس کردم میبینم این سرعت تولید صرف نظر از حالا مسائل متولیان این کار تولید که به هر حال میبینن خب یه کالایی هست و زود تولید میکنن، سرعتش هم سبب شده که صدمات زیادی بزنه. من یه نظر شخصی راجع به این دارم، اون این است که ما در گذشتمون در قرن چهارم پنجم شهرهایی داشتیم نزدیک 1 میلیون نفر ساکن داشته که دارای یک به هم پیوستگی و انسجام بسیار معقول بوده و الان مطلعم که شهرهایی داریم حدود 100,000 نفر 150,000 نفر که به هیچ ترتیبی دارای یک انسجام شهری نیست. خیلی معتقد نیستم که ما تقصیر این قضیه رو بندازیم سر رشد جمعیت، یعنی بگیم رشد جمعیت، نه، یه نوع از همگسیختگی در فرهنگ ما ایجاد شده که حتی برای یه شهر کوچیکی که میتونست یه ساخت و بافت معقولی داشته باشه، برای اون هم ما الان امکان این که اون ساخت و بافت معقول رو بفهمیم و اعمال بکنیم نداریم. درست.
در حالی که در گذشته برای شهرهای 800 هزار نفری 1 میلیون نفری هم این امکان وجود داشته. الان حفاری باستانشناسی نشون میده که مثلا ساخت شهرها از یه روابط بسیار معقولی برخوردار بوده. یا الان اگر مراجعه بکنید به دهاتی که هنوز بافتشون از گذشته مونده و خیلی بهشون تعرض نشده، یا قسمت‌های بافت‌های تاریخی خود شهرامون، می‌بینید که یه انسجام معقول‌تری داره. بنابراین این رو من خیلی معتقد نیستم که مربوطش بکنیم ما به جمعیت، گرچه جمعیت مسئله یه مهمی است که میتونه، ولی بزرگتر از جمعیت مسئله از هم گسیختگی ذهنی خود ماست. یعنی ما از نظر فرهنگی از هم پاشیده شدیم و باید دوباره جمع بکنیم خودمون و بفهمیم که کی هستیم و دوباره شروع بکنیم راه خودمون رو اونجوری که باید بریم. انشالله آقای مهندس مهریار، ما همیشه از